نزدیک 6 سالم بوده که اومدم تهران. هنوز 6 سالم تموم نشده. یعنی 5 سالم تموم نشده. رفتیم که بریم مدرسه. بریم اون موقع 7 ساله که شدیم ببرم مدرسه. همه مادرم که اتفاقا حرفش بودیم این که بنده خدا نمیدونست. چون اونجا ما بالاخره نوکر داشتیم، فلان داشتیم، اون میبرد، این میبرد. ولی حالا مادر مونده بود و 7 تا بچه مثلا اصلا شوخی نیست. ما رو برداشت خود داستان قشنگه برد مدرسه. منطقه بلد نبود که کی باید ببره اسم ما رو بنویسه. پدرمونم که خب گیر و گرفتار و تازه از زندان آزاد شده بود تو همون جریانی که بهتون گفتم. نگو مثلا الان آبان ماه مثلا مادر برده که اسممون رو بنویسه. بعد که برد اسم بنویسه مادرمونم که نمیدونست مثلا اونجا که چون تو مثلا جوزان یا آقا مدیر بود همه کاره بود یا دونم فراش بود. فراشه نگو بعدان ما فهمیم. فراشه هم قدیم یه یونیفورم میپوشیدن. یه لباس خاکستری میپوشیدن، کلا داشتن، کراوات میزدن. مادر ما فکر کرد که این مدیر مدرسه هست. ما رفتیم اونجا گفت خانم اومدی چی کار بکنیم؟ مادر من گفت اومدیم اسم این بچه رو بنویسیم. خانم یه ما از مدرسه رفته دیگه نمیشه برید سال دیگه بیام. بعد مادر ما اومد خونه دیگه ما رو نفیسد. اون که یه سال ما موندیم. شدیم 8 سال. بعد که خب عقلم رسید و ما همش می‌خواستیم بریم مدرسه کنجکاوی و اینا که همه بچه های محل میرن مدرسه بابای ما رو برد مدرسه علوی اسلامی اسلامش حس پنهان در من همیشه بود که یا می‌خواستم یه نویسنده بزرگی بشم یواشکی خودم یا می‌خواستم فیلم درست کنم. به این دلیل مثلا کلاس 4 دبستان که بودم یا آپارات درست کردم که خیلی بامزه بود بعد 5000 دادم اینو خریدم اونو خریدم اینو درست کردم. فیلمای اون موقع هم آتش‌زا بود با پلاستیک نبود بیس فیلم هنوز پلاستیک نبود اینا رو که باهاشون بازی می‌کردم چهارشنبه سوری. بعد اینو درست کردیم که این وقتی رد میشه قرقره گذاشته بودیم این فیلم میافتاد روی دیوار و حرکت‌ها رو نب خوب ولی حرکت خوب میشه. مادرم فکر کنم رفته بود چه عبدالعظیم جایی بچه ها رو رفتیم و بلیت فروختیم همه بچه های محلمون دهش یک قرون بلیت فروختیم یه صندوقخونه داشتیم این بچه ها رو 7-8-10 نفر بچه های محل رو جمع کردیم اینجا که فیلم براشون نشون. اون موقع هم رخت خوابا رو جمع میکردیم توی صندوق خونه میگفتیم اینجا صندوق خونه است حالا چرا صندوق خانه تو اون صندوق چون دوش بزن. این رخت خوابا بود من اینو گذاشتم رو به این رخت خواب و فیلم انداختیم رو پرده دیدیم یه عیبی داره چون بالای این جعبه کوچیکی که من درست کرده بودم سوراخ بود این نور میافتاد رو سقف جا هم کوچیک بود سقف سفید بود انعکاس این فیلم باعث میشد که فیلمو درست اونجا نبینیم. خب سریع‌ترین فکری که من کردم جانماز مادرم رو برداشتم انداختم رو سر خودم و این چیزه. بعد این که حرفی زد برای که ببینم خدا رو سرم بردونم با این بو در اومد چادر مادرم رو آتیش گرفت. خب توی صندوق خونه کوچیک فکر کنم یه چادر آتیش گرفت. من این چادر رو گرفتم رو سرم میدویدم آتیش میدوید بچه ها رو جیغ میزدن فرار میکنم اومدیم توی حیات پریدم تو حوز. خلاصه خورشید خانوم هم با جارو دنبال ما کرد. آپاراتمون رو شکوندن اولین با برشکست شدیم. یعنی اولین سرمایه گذاری بود در سینمایی که آپارات درست کنیم. با یه آتش سوزی و اینا که حالا خدا رو شکر مثلا اون موقع چیز بقیه آتش هم چون رخت خواب و اینا رو میگم همه چی میتونه از آتش بگیم. ولی برای اینکه نخندن به همون همش اسمی اگه من بگم مردم مسخره میکنن هیچ وقت نمیگفتم راستش.
ولی خب سن مثلا توی دبیرستان تئاتر می نوشتیم، اجرا کردیم. بعد از دبیرستان هم حدود دبیرستان ننسیا قصه آغسته شدن، رسالت که این قصه آغسته شدن و رسالت چاپ شده، کتابش موجوده. و یه دفعه هم که تو روزنامه بابام دیده بود که من تو ایران مثلا اینجوری شدم و نویسنده شدم و اینا، منو صدا کرد که اون خیلی خوزوق کردن و بابا گفت میترسه منو گیر بده که تئاتر و فلان. از بازی و اینا خیلی بدش میومد، ولی گفتش که این نویسندگی رو خیلی خوشش میاد، این خیلی مهمه که شعر بگی که بنویسی. اون موقع اینا بود، اما اینکه مبادا بازی بکنی بری مثلا رقاص بشی فلان بشی، این کارا بده، اما اینکه نویسنده هستی خیلی خوبه. رضایی اون موقع من ژاندارم گروهبان یک ژاندارمری شدم وظیفه. آه رفتی سربازی؟ بله. و بعد که گروهبان یک ژاندارمری شدم رفتیم اون موقع رضایی ارومیه امروز، و اونجا من یه نمایشنامه نوشتم به اسم ننسیا. آقای اربابی اونجا رئیس تلویزیون بود، وقتی اینو دید خیلی خوشش اومد و از ما خرید و نمایش رو ضبط کرد. من بازی میکردم توی اون کار. بعد این خیلی سر صدا کرد و روزنامه های تهران حتی نوشتن، کیهان نوشت، اطلاعات نوشت، تشویق ما شد. این قصه آغسته شده رو نوشتم، اجرا شد، 18 روز بازداشت شدم به خاطر نوشتنش. بعد منو صدا کرد آقای تیمسار مؤمنی که اون موقع رئیس فرماندهی ژاندارمری کل کشور بود، که عجیبان برای من بود، یه گروهبان صدا کردم برای چی؟ بعد از 18 روز بازداشت در واقع و هموم نکردن و ریش نزدن و خیلی تحویل گرفت و گفت حالا چی بوده نوشتین؟ گفتم آره، تازه من فهمیدم درباره نوشته است. بعد به من گفت بره برو خونه یه دوش بگیر، لباسات عوض کن، برو پیش آقای استاندار. من با آقای استاندار دارم جرات نمی‌کردیم بپرسیم. خلاص ما رفتیم، داستان عجیبی داره اونم. بالاخره رفتیم اونجا استانداری، اونجا هم باز آقای استاندار اومد بیرون از دفترش، ما رو بوسید و برد نشوند و از من سوال کرد خب این چی بوده نوشتی دوباره؟ گفتم من چیزی ننوشتم، یه چیزی نوشتیم. و وقتی هم منو بازداشت کردن به من نگفته بودن برای این هم مشتام هست که اینا شما با چپیا بود، اصلا نمیدونستیم اینا کی هن آقا بیچه ما کی. من بعد فهمیدیم اینه بوش که در اون شما برو اینو میتونی امشب اجرا بکنی. گفتم خب مگه میشه مثلا شما الان مثلا یکی بعد از ظهر من چجوری اجرا بکنم؟ این جا میخواد این آدم ها رو باید جمع کنیم. خلاص سه روز به ما وقت داد شما برو این اجرا بکن، ما بیام خودم بیام بدیدم. استاندار؟ استاندار آقای کیانپور اسم کوچیکش یادم. بعد که ما اومدیم بیرون رو رفتیم پیش بچه ها و ما رفتیم کاخ جوانان و فلان و بچه های چیز دیدیم، فهمیدیم بچه های دانشکده اون موقع یه دانشکده بود که الان دانشگاه است، دانشکده کشاورزی رضاییه. ما رفتیم اونجا فهمیدیم اینا به طرفداری از ما استنسیل بود شبانه چیز دادن که اینو نمایشنامه بوده گرفتن و معلوم نیست کجاست و شلوغ را افتاده و اعتصاب کردن دانشکده. بعد من اصلا کسی نبودم واسه دانشجوی نوشتن. بعد من حالا یعنی من خودم یه بودم ابایه نوشتن میشه، یه کسی بود یه کاری کرد از من. بعد اومدن گفتن که سه خط تو گفتن حذف بکنین. سه خط هم چیزی نبود که منم گفتم من نمیکنم. من که فهمیدم حالا زور دارم دیگه پررو شدم راستش. گفتم این کارو نمیکنم و اینم چیزی نبود. باز این جایی که هنرمندی که نون این بچه روستایی رو خورده بود بهش میگفتش، این بهش میگفت عکس دیو نشون بده، اون گفت دیو دیگه افسانه شده. باز این دوباره تکرار میگم، گفت این روزا رنگ سفید فراریه، رنگ سرخ کالای هر بازاریه، به جای رنگ خون آدم روی تابلو میشینه، چشم هر جا به دوزی دیو سیاه رو میبینه. جلوی همه اینا هم بعد رفتیم، همه اومده بودن، یعنی تیمسار ژاندارمری، فرمانده ارتش، فرماندار فلان، اینا بودن تو سالن. ما هم همینجوری اجرا کردیم. بعد بزرگترین دستگل هم برای ما همین آقای کیانپور رو برده بود، اومد اون پشت و افتخار ما هستین شما و از این حرفا با ما زد. ما خیلی برام
عجیب و غریب از فضای نظر عجیب و غریب بوده. این آدم همه با اتکلونای خوش عطر و اینا اومدن دور ما رو گرفته بودن. پس ما برامون گفت این ما رو که گرفته بودن برای همین کاره که به نظر می اومد که باید ما رو بزنن، یه دفعه تبدیل شد به یک چیزی که باز این برای من عجیب تر این بود که فهمیدم آقای هویدا بناست که بیاد بازدید بکنه از ارومیه، یه دستورایی داده احتمالاً که به این قضیه پیوند خورده. ما شانس رو بردیم وسط این وسط گفتم بلش کنیم. بعد ما اومدیم که خب این اجرا شد، آقای هویدا خانم فرارو پارسا وزیر آموزش پرورش بودن اون موقع، بعد اینا نشستن تماشا کردن و ما اجرا کردیم. و اما یک چیز رو من باز فهمیدم، این که قلم، من فهمیدم که من اون موقع فهمیدم من یه چیزی دارم، اگه هیچی تو دنیا نداشته باشم میشه توی اتاق نوشت با یه قلم و چند ورق کاغذ یه اتفاقی انداخت. این برام خوب از اون کشفای برای یه جوان اون موقع کشف بزرگی بود که میشه با یه قلم از بالا تا پایین مملکت بیان سراغت، لازم نیست شما بری سراغ اونا، اونا میان سراغشون.